اسمت خانم، اسمت خانم، کی رفته تو اتاق من؟ چرا اتاق من هم ریخته است؟ من نمیدونم مادر، چی شده مگه؟ ببخشید آقا، یه نفر رفته تو اتاق من، همه اتاق منو به هم ریخته. تو جریانم خانم، یا آقایی بود. یا آقا؟ کدوم آقا؟ اصلا شما به چه حقی آقا رو تو اتاق من راه دادی؟ آروم باشین خانم، شوهرتون بود. شوهر من؟ آره، اسمش اینجا نوشتم، آقای رامین پایور. کاغذ اقداماتون هم همراهش بود، دنبال شما میگشت. رامین، رامین. رامین، از کجا سر کلت پیدا شد؟ چیکار کنم خدایا؟ کجا برم؟ کجا برم که دیگه تو رو نبینم؟ دیگه از کجا پیدا شد؟ ای وای رامین، از دست تو چیکار کنم من؟ کجا برم که نبینی منو؟ ببخشید من دفترشمو گم کردم، باید شماره بگیرم؟ نه نیاز نیست، بفهم با جنو. خیلی ممنون. سلام خانم، ببخشید من دفترشمو گم کردم. کی؟ همین امروز. چی کار باید بکنم؟ یه فرم مخصوص میدم، لطفاً پر کن. ببخشید خانم، اونی که پیداش میکنه میتونه ازش سوء استفاده کنه؟ نه، ولی برای اطمینان بیشتر میتونید شماره حسابتون رو عوض کنید و مجدداً یه حساب باز کنید. پس حساب قبلتون هم مسدود میکنم. کارت ملی همراهتونه؟ نه، کارت ملی ندارم، اما شناسنامه‌ام هست. شانس آوردید اونا رو گم نکردید. بفرمایید. سلام. سلام علی جان. خوبی احمد آقا؟ آره خوبم. فعلا با اجازه. یا الله. سلام بچه ها، ببینید عمو علی براتون چی آورده. بفرمایید ستش کنید. فاطمه خانم. خیلی ممنون علی آقا. خواهش میکنم آقای خانم، حرفا کدومه؟ بفرمایید. سلام آقا. سلام علی آقا جان، خسته نباشی. شما خسته نباشید. بفرمایید. اینم داروهایی که خواسته بودی. شما درد نکنید. خواهش میکنم. اگه شما رو نداشتیم چیکار میکردیم؟ از این بعد اگه دارو لازم داشتی بگو برات. خدا خیرت بده. دست درد نکنه. مادر. مادر سلام. سلام مادر، دست درد نکن. چه زحمت کشید، من که همه چی تو خونه داشتم. خواهش میکنم، از طرف خود دیگه هم از این خریدار بدمونی خواهم. خدا خیرت بده مادر که به فکر همه هست. احمد آقا چش بود؟ چطور؟ دم در دیدمش، انگار که توی دنیای دیگه بود. چی بگم والله، این مردم حاضر نیست از حرف خودش بیاد پایین. دیروز دختره رو با چشم گرون از خونه انداخته بیرون، دیشبم تا صبح چراغ اتاقش روشن بود، نخوابید تا صبح. یکی نیست بگه بابا بس دیگه، گذشت کن، گذشت کن، اقلا قلب خودت آروم باشه.
رهنا اومد پیش من. کی؟ امروز صبح. چیکار داشت؟ یکم مشاوره گرفت. حالم خواست اگه لازم شد وکیلش بشم. افتاده تو دردسر؟ خلافکاره؟ نه مادر. مگه هر کی میاد پیش من خلافکاره؟ یه وقت وکالتش قبول نکنی ها. همین جوریش هم افسانه دیروز رهنا رو دید حالش اصلا عوض شد. وای بال این که بفهمم کاری مادر. شما دیگه چرا این حرفا میزنید؟ من با رهنا تو این خونه بزرگ شدم. اون الان به کمک ما احتیاج داره. روزگار سختی رو گذرونده. آدم نمیدونه دلش باید رهنا بسوزه یا احمد آقا. بفهم احمد آقا. دست شما در نکنه. میل ندارم. بخور نمک نداره. دست شما که نمیتونم رد کنم که. همه یه پدر مادرها آرزوشونه که یه بچه‌ای مثل شما داشته باشن. خدا نگهت داره. همه آدم ها مثل هم نیستن. قشنگی دنیا به همین. اما اون از فرزند ناخلف. اما احمد آقا دستم رو رد نکردی. رومم زمین ننداز. بذار رهنا برگرده. چرا شما فکر میکنین که بیشتر از من نگران رهنایی؟ من باباشم. این آدرس مسافرخونه ای که توی زندگی میکنه. موبایلش هم نوشتم. اگه دلت آروم گرفت باش تماس بگیر. اون تو این سالا خیلی سختی کشیده. با تو صحبت کرده؟ گفته این چند وقت کجا بوده؟ نگفته باز چی برگشته؟ از خودش بپرسه. بذارین خودش براتون بگه. اون الان خیلی احتیاج داره که کنارش باشین. ممنون که به حرفان گوش دادین. اگه کاری داشتین تماس بگیرین. خداحافظ. الو 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 سلام سلام نشناختی رامین باریکلا بهوشت تو دیگه از کجا پیدا شد بعد این همه سال با من چی کار داری؟ این چه طرز احوال پرسی با شوهره؟ اونم بعد این همه سال. الو رهنا گوشت با منه رهنا خانم. بگو از جونم چی میخوای و الان همین الان گوشی رو قطع میکنم. قطع نمیکنی چون میدونم اندازه من دلتنگی. هم دلت تنگ شده هم کنجکاوی. اگه نه من با تو هیچ جا نمیام. هر حرفی داری همینجا پای تلفن بزن. میای چون میشناسمت. چون از استخونه توی زخم خوشت نمیاد. میای چون پا میشم میام و مسافر خونه قشقرق را میندازم آبروریزی. میای رهنا اگه نه عصبانی میشم. اگه عصبانی بشم ساعت ده میبینمت. آخه این چه
عدالتیه؟ چه انصافیه؟ اون زندگی منو سیاه کرد، اون منو بدبخت کرد، ولی من لوش ندادم. تو دادگاه هیچی ازش نگفتم، گفتم پدر بچمه، بذار سایش بالا سرش باشه. ولی اون چی کار کرد؟ بچمونو فروخت، بچه خودشو فروخت. چرا حالا برگشته؟ چرا بعد این همه سال برگشته؟ چرا حالا که من بچمو پیدا کردم بعد این همه بدبختی و سختی، چرا حالا برگشته؟ تو کی قراره سایه نحسش رو سر من باشه؟ چرا باید تقاصه اونو من پس بدم؟ تو کی قراره تقاصه اونو؟ دیگه گریه نکنن ها، حساب همهشون رو رسیدم. از این بعد هر کی از یادت کرد بیا به خودم بگو. دیگه نمیدونم تو کوچه با پسر دم به تهم شدی ها، فهمیدی؟ بله. حالا بلند شو، اشکاتو با کن، صورتت هم بشور. تم لبت خونی شده، صورتت هم بشور. دیگه نمیدونم تو کوچه با پسر دم به تهم شدی ها، فهمیدی؟ علی جانم شامو بکشم؟ ای گرسنه ای بکش. تو حالت خوبه؟ آره خوبه. آخه از وقتی اومدی خیلی ساکتی، همش تو خودتی، چیزی شده؟ الو؟ الو سلام. سلام. ببخشید مزاحمت شدم. نه خواهش میکنم، فقط یه لحظه گوشی اینجا خوب آنتنه. خب من در خدمتم. اتفاقی افتاده؟ اون برگشته. رامین کجا دیدی؟ من ندیدمش. صبح که از پیش تو برگشتم مسافرخونه، دیدم همه اتاقم به هم ریخته است. رفتم سراغ مسئول مسافرخونه، گفت یه آقایی با عقدنامه‌تون اومده اینجا، رفته تو اتاقت. چیزی هم برداشته؟ دفترچه حساب بانکیمو. دفترچه حساب تو به درد کی میخوره آخه؟ نمیدونم. شاید یکی خواسته اذیتت کنه. نه خودشه، برگشته. آخه بهم زنگ زد. آدرس و تلفن تو از کجا آورده؟ از اون ماره هفت خط، هر چی بگی برمیاد. خب چی میخواد؟ نمیدونم، پشت تلفن چیزی نگفت. قرار شد فردا صبح هم دیگه رو ببینیم. نمیخواد بری. اینجوری که تو تعریف میکنی آدم خطرناکیه، قابل اطمینان نیست. من نمیتونم نرم، والا دست از سرم بر نمیداره. خب منم باهات میام. ممکنه تو رو ببینه اصلا جلو نیاد، یا ممکنه که عصبانی بشه. فقط میخواستم یه کسی در جریان باشه که من کجا میرم، با کی دارم میرم. به هر حال ممکنه یه اتفاقی برام بیفته. خیالت راحت باشه، اصلا من فردا کارم سبکه، باهات میام، جلو نمیام که متوجه بشه. فقط میخواستی یه جای شلوغ قرار بذاری. قرار شد بریم آرامگاه فردوسی. خوبه. چه ساعتی؟ 10 صبح. خب من فردا صبح اونجا ساعت 10 میبینمت جلو در اصلی. خداحافظ. خداحافظ. کی بود؟ یکی از موکلان. از خوشحالی زبانت بند اومد؟ سلامت کو. حرفتو بزن برو، برای همیشه دیگه نمیخوام ریخته تو ببینم. تون میری تا
تازه اومدم. کجا برم؟ در خدمتی. چطوری منو پیدا کردی؟ خیلی کار سختی نبود. میدونستم بعد حبس کشتن این میدان بالا بچت کافی بود دو روز در خونه فلوار کشیک بکشم. مثل دخترهای خوب میمدی اونجا، بعد میرفتی خونه بابات، بعدش هم با چشمای گریون برمیگشتی مسافر خونه. خیلی سختی کشتی پیداشون کنی. خودم میگفتی، من که میدونستم کجا، خودم بچه رو بهشون داده بودم. خیلی پست و نامردی. چطور دلت اومد بچه تو بفروشی؟ واقعی بین باشم، من داشتم از مرز قاچاقی در میرفتم، بچه دنبال خورم با بندازم. حالا جون من چی میخوای؟ پولامو، همون پولایی که اون شب کف رفتی. رفقا دیدنت با ساک از خونه زدی بیرون. رفیقاتم از خودت تو هپروت بودم. اینجی اینم هپروته؟ خواستی در ری، خواستی سر من شیله بماری در ری. همون روزی که قرار داشتی دیدم ساک جمع کرده بودی. آره، میخواستم از دست تو فرار کنم، میخواستم بچه‌مو نجات بدم. اون پولا حق من و بچه‌م آقا رامین. به خاطر همین بلایی که سرم آوردی، به خاطر همین بدبختی که کشیدم، به خاطر همین سالی که زندان بودم، به خاطر دربدری که بعد زندان کشیدم، دست تو به اون پولا نمیرسه آقا رامین. تموم شد سخنرانی؟ نه خیر، تموم نشده. دیگه هم نمیخوام ببینمت، حتی یه لحظه صدات هم نمیخوام بشنوم. شیرفهم شد؟ با سرانا مثل بچه آدم با زبان خوشبوی روز میده بله میشم سگه ها رو میفتم به جون زنی. مثلا چی کار میخوای بکنی ها؟ چی کار میخوای بکنی؟ میخوای منو بزنی؟ مگه کم زدی؟ بیا بزن. ولی بهت گفته باشم دست تو به اون پولا نمیرسه آقا رامین. زلم کن، شلاپلت میکنم اینجا. زلم کن، نفسی خفه شو، جرعتشو نداری. عوضی به تو چه؟ گرد و خاک ننداختی زنمه. به تو چه؟ کاری باش نداشته باش. علی آشناتونه؟ بکیم گفتی بی کسی کارم که من وکیل خانم شمسم. من هم شوهرشونم. هر کی میخوای باش، دیگه حق نداری مزاحمت زیاد کنی، مگر نه سر کارت با پلیس. وای نگو پلیس، تنم لرزید. تو خودت مثل سگ از پلیس میترسه. بهت گفته چیکاره؟ ساکت باش. هر چی لازم بوده گفته، حبسش هم کشیده. تو چی؟ ببین منو تهدید نکن، میخورم از اینجا. ولش کن رامین. بریم الان. جوجو وکیل با تو هم. بهت گفته دزدی کرده؟ از شوهرش، از من. به پایین کارا سو یادی دستش رفت تو جیبت. رانا خودت خواستی. درباره پولا راست میگفت. تو از شوهرت هم دزدی کردی؟ مجبور شدم. این بهانه خوبی برای دزدی نیست. باید بچه‌مو نجات میدادم. من اون روز از بیمارستان فرار کردم، ولی هیچی پول نداشتم، کسی رام نداشتم. تا شب تو خیابونو چرخیدم. برای نجات از اون زندگی نکبت پول لازم داشتم. ولی اون پولا مال تو نیست. چرا اون پولا مال منه؟ من بودم که جنسا رو جابجا میکردم، من بودم که خطرها به جون خریدم، من بودم که به خاطرش سالها حبس کشیدم، ولی همه سودش میرفت تو جیب اونا. اون پولا حق منه. یعنی تو میخواستی حق و وکالای من از پول دزدی بدی؟ میخواستی بچه تو با پول قاچاق بزرگ کنی؟ چی به سر خودت آوردی رعنا؟ چی شد اون مسمومیت بچگیت ها؟ اون رعنا که تو میشناختی مرده، سالهاست مرده، گوشه پارکا، تو خیابونا، تو خوابگاه دخترها، ذره ذره مرد، تموم شد. حالا میخوای چی کار کنی؟ نمیدونم. من وکالتتو قبول میکنم، ولی بابتش پولی نمیگیرم. چیز دیگه ای هم هست که به من نگفته باشی و به پرونده مربوط بشه؟ نه، ولی امروز از حرفای رامی فهمیدم که هانیه واقعا دختر منه. خودش گفت که اون بوده که بچه رو داده به خانواده فروهر.
میتونه بیاد شهادت بده. فکر میکنی به این اوضاع احوال میاد شهادت بده؟ اگه پولا رو بهش پس بدم میاد. اون رامینی که تو تعریف کردی و من امروز دیدم، اگه پولا رو هم بگیره قالت میذاره و نمیاد شهادت بده. پس میگی من چیکار کنم؟ اون فعلا چند روزی از ترس پلیس و شهادت تو آفتابی نمیشه. تو هم بعد عجله کنی یه شاهد مدرک سرپرستی چیزی پیدا کنی تا بر اساس اون بتونی مدعی بچت بشی. راست میگی، باید عجله کنم. بچت رو بهت برمیگردونم. تو هم بعد عجله کنی مدرک رو پیدا کنی. فقط مراقب باش، نباید گیر بیفتی. بازم ممنون. باشه، حتما مراقبم. داشته باش دیگه، واسه ما شوخ نشم. همه سر خیلی بدی هم. سلام احمدو. سلام بابا جون، چی شده؟ ببخشید مزاحم شدم. مادرت که تو اینجوری ببینه سکته میکنه. بیا تو ببینم. حالا کی تو رو به این روز انداخته؟ شوهر یکم موکلا دم در خونم، گفتم با این ریخت قیافه برم خونه افسانه هول میکنه. خوب کردی، اون بنده خدا حامله است حساسه. حرف حساب یارو چیه ها؟ حرف حساب نمیزنه که، میخواد با زور کارشو پیش ببره. ببین اینجور آدم ها آرتوپورتشون زیاده. اصلا نترس، تو به هر حال مرد قانونی، میتونی جوابشو بدی. ولی اگه حرف زیادی زد برو تو شکمش، رو منم حساب کن. بیا یه چایی رو بگیرم دستا بشونم. بیا الو، خواستم بدون جوجه وکیلتو حسابی گردگیری کردم. در جریان باش. چی کار کردی باهاش؟ تو واسه که چند سال من نیدی یادت رفته. خوش ندارم کسی واسم شاخ شه. شاخ شده بود خوشگلش کردم. قسم میخورم رامین، به خدا قسم میخورم اگه یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه دور و بر اون یا خانواده‌اش به پلکی زنگ بزنم پلیس لوت میدم، همه چی رو به پلیس میدم. گفته باشم. الو الو، سلام. سلام، کجا بودی؟ چرا انقدر دیر کردی؟ وایسا ببینم چیزی شده؟ چیزی نیست. یعنی چی چیزی نیست؟ برگرد ببینمت. دعوا کردی؟ یه دعوای کوچولو. تو که اهل دعوا نبودی. پیش میاد دیگه، خودتو ناراحت نکن، برای نینی خوب نیست. همه اینا زیر سر رعنا. ساره چه ربطی به رعنا داره؟ اون که زورش به من نمیرسه. شوخی نکن علی، چند شب به هم ریخته ای، من میفهمم. اون موکلت هم که دیشب زنگ زد رعنا بود. آره، همون که بهش گفتی تنهاش نمیذاری باهاش میری. پس تو داشتی به جای شام درست کردن به حرفای من گوش میدادی. حرفو عوض نکن علی، جواب منو بده. رعنا اومده بود پیش تو؟ بله،
همش هم تقصیر توه، به خاطر اینکه تو بهش گفتی من وکیلم. این همه وکیل تو این شهر، چرا تو؟ چرا نمیری از خودش بپرسی؟ دوباره شد مثل قدیم دیگه، شما دوتا توی تیم من تنها. این حرفا چیه میزنی؟ اون موکل من ازم خواسته که چیزی به کسی نگم. من از همون روزی که سرکله رعنا پیدا شد باید فکرشو میکردم که شما دوتا دوباره. پس چی داری میگی؟ تو زن منی. آره من زن تو هم، چون اون موقع رعنا نبود. اگه رعنا بود، اگه رعنا نمیرفت تو بازم با من ازدواج میکردی. به خاطر همین حرفاتی که هیچی بهت نمیگم. همش به من شک داری، اصلا به من اعتماد نداری. خب یه کاری کن بهت اعتماد کنم. چیزی رو از من پنهان نکن. ببخشید، حق با توه، باید بهت میگم. بازم به خاطر رعنا دعوا کردی مثل اون وقتا؟ نه، یه نفر جلوی در بهم حمله کرد. کی؟ شوهر رعنا. شوهر رعنا؟ ولی رعنا گفت شوهر نداره. اون خیلی زحمت کشیده، خیلی هم تنهاست. منم میخوام بهش کمک کنم، ولی اگه تو راضی نباشی عذرشو میخوام و میفرستمش پیش یه وکیل دیگه. ببین افسانه، تصمیمش با توه. الان من و تو توی یه تیم هستیم و رعنا تنهاست. خسته نباشه. خیلی ممنون. شما خونه آقای دکتر کار میکنی؟ بله. شما از کجا فهمیدید؟ دیدمتون یه چند بار اومدین رفتین. آدم خوبی هستن، خوب جای افتادید. شما خوب میشناسینشون؟ آره، شوهرم سالا سرادار این آپارتمانه. آقای دکتر از وقتی که ما اومدیم اینجا همینجا زندگی میکردن. یک دو بارم رفتم خونهشون کمک سهیلا خانم بره تمیزکاری. بنده خدا سرش خیلی شلوغه، به کاراش نمیرسه، مخصوصا از وقتی که بچهشون به دنیا اومده. بچه‌شون اینجا به دنیا اومد؟ نه، رفتم ماموریت چند وقتی نبودن، اما وقتی برگشتن دیدم بچه دار شدن. زن خوبیه، نیتش پاکه، بچه میخواست از خدا. بالاخره خدا بعد چند سال یه بچه بهشون داد. آقا من یه دسته کلید دارم، میخوام برام بسازید. چش کارین آقا رو انجام بدم. خیلی عجله دارم. عجله کنم که کارم خراب میشه. یه ساعت چه لکید خدا. چرا اینقدر زیاد خوابیدی؟ برای همین بهت میگم شبا باید زود بخوابی. یا اشکال نداره، برو پایین دست صورتتو بشور، رعنا جون میخواد به صبحانه بده. بودو ببینم، بودو. چطوری هانی جون؟ صبح بخیر.
آقا تو رو خدا تونتر، من عجله دارم. آه اینم تموم، بفرم. دست شما درد نکنه خانوم. بقیه مامان رنا جون نیست، منم گرسنمه. یعنی چی نیست عزیزم؟ من پایین نیستش.